آنچه انجام می دهیم مهم است، ولی چگونگی انجام آن مهمتر است. آنان که می خواهند بهترین باشند، باید همه تلاش خود را بکنند. شما باید یاد بگیرید که چگونه از بحران‌ها به سود خود بهره بگیرید. کیم وو چونگ، تاجر کره‌ای و مؤسس و رئیس پیشین هیئت مدیره شرکت دوو بود. چونگ، نویسنده کتاب پرفروش سنگ فرش هر خیابان از تلاست می باشد. در این بخش هم می پردازیم به سخنان و جملات این تاجر بزرگ در مورد این که چطور می توانیم ثروتمند شویم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. کسی که دارایی ناچیز دارد و می داند که چگونه از آن به سود دیگران بهره بگیرد، توانگر راستین است. زندگی خانوادگی خوشبخت کلید همه دستاوردهای پیروزمندانه است. حتی اگر بسیار گرفتار باشید، باز هم می توانید فرصت داشته باشید تا با خانوادهتان سپری کنید. زندگی پرکارتر بسیاری از مردم را خوشبخت‌تر می کند. خوشبختی ربط به دارایی و توانایی و آوازن ندارد. هر کس و هر چیز در زندگی جای خود را دارد. آرامش، هماهنگی و نظم زمان وجود دارد که هر چیز در جای خود باشد. دشواری ها زمان ایجاد می شود که کاری را که باید بکنید نمی کنید. همه ما باید کاری را بکنیم که باید بکنیم. مردم که منفی باف و ترسو هستند و به آسانی همه چیز را رها می کنند، هرگز کار مهم انجام نخواهند داد. تاریخ با فداکاری رشد می کند. یک نسل باید برای رفای نسل پس از خود فداکاری کند. رشد و پیشرفت از یادگیری سرچشمه می گیرد. رشد و توسعه در فروتنی شما و تلاش برای بیشترین میزان یادگیری است. درخت چون پربار شود، بیشتر سر به زمین می افکند. هرچه کسب و تجارت بزرگتر باشد، رویدادهای بیشتر در پیش رو خواهد داشت و بیشتر باید برای آن مایه گذاشت. همواره باید با ذهنیت یک مالک کار و زندگی کنید. مسئولیت توجیه بردار نیست. یکی از بدترین کارها در زندگی دور کردن مسئولیت از خود است. مهم نیست که چه کار می کنیم، ولی دوست دارم آن را درست و کامل انجام دهم. این برای کامیابی بسیار ضروری است. این در زندگی یک اصل است، کمک به دیگران کمک به خود است. یکی از سبب‌های کلیدی در روابط شخصی خوب باور دوسویه است که در دراز مدت به وجود می آید و فقط با شکیبایی زیاد به دست می آید. ترس بیش از حد از خارهای گل روز به همان اندازه نابخردانه است که از بوی خوش آن مست شوید. اگر شما تنها چشم به سود و زیان خود داشته باشید و از کمک به نیازمندان دوری کنید، ممکن است در کوتاه مدت کامیاب باشید، ولی در دراز مدت زیان خواهید کرد. تلاش‌های تردیدآمیز هرگز هیچ کس را به اوج نرسانده است. اگر تا این لحظه از محتوای چنل ما خوشتان آمد، حتما چنل ما را سابسکرایب کنید. برای گریز از پشیمانی فقط یک راه وجود دارد و آن نهایت تلاش در هر کاری است که انجام می دهید. اگر روابط شخصی خوب داشته باشید، می توانید در زندگی کامیاب شوید. روابط خوب با اشخاص برجسته محبتی است که بسیار با ارزش تر از دارایی است، چون روابط خوب را نمی توان با پول خرید. خودخواهی فکری و مادی هر دو به یک اندازه زشت و ناپسند هستند.
کسی که در دنیا همه چیز دارد ولی نمیداند چگونه باید به دیگران بخشش کند، توانگر نیست. توانگر راستین آنان هستند که زیاد میبخشند، آنان که هرچه در توان دارند میبخشند، آنان که میدانند چگونه ببخشند. مهم نیست که چه اندازه ناچیز و یا چه اندازه زیاد دارند. جای وجود ندارد که ارزش یک بار سفر را نداشته باشد. دوستان گوناگون از طبقات گوناگون داشتن دارایی بزرگ است. خوشحال می شویم که با لایکتان از ویدیوی ما حمایت کنید. 100 نفر از خویشاوندان هرگز جای یک دوست صمیمی و نزدیک را نمی گیرد. اقوام و خویشاوندان ممکن است در زمان نیاز همگی به شما پیش کنند، ولی یک دوست صمیمی و نزدیک هرگز این کار را نخواهد کرد. اگر دوست صمیمی دارید که در اوقات سخت همیشه با شماست، برایتان پیشنهاد می دهم که این ویدیو را به وی هم شیر کنید. هر کاری را با اراده انجام دهید. اگر خود را باور داشته باشید، هر کار شدنی است. هر مشکلی که به وجود بیاید، همیشه راهی برای از بین بردن آن وجود دارد. فرصت‌های بالقوه نامحدود هستند، ولی شما بدون کار سخت نمی‌توانید آنها را ببینید. ناامیدی و شکست حتی در نوآورانه‌ترین کارها به وجود می‌آید، ولی مهم این است که اراده کنید و پایان کار خود را در نظر بیاورید. مهم نیست آن کار چه باشد. شرط زنده بودن تکاپو و جنبش است و تکاپو نشان دهنده زنده بودن شماست. همیشه خرسندی و خوشنودی نشانه پایان هر چیزی است. جوانی دوران از زندگی است که باید خود را وقف گسترش زیبایی درون کنید. ارزش و آراستگی راستین نمیتواند از ظاهر شما سرچشمه بگیرد. 4 عمل که شما را ثروتمند می سازد. زندگی خود را مهم بدانید. زندگی ارزشمندتر از آن است که به بیکاری و تنبلی بگذرد. زمان خود را هدر ندهید. در جهان با ارزشترین چیز زمان است. مانند تیری که از چله کمان رها می شود و هرگز بر نمی گردد. عاقلانه کار کنید. آنچه انجام می دهید مهم است، ولی چگونگی انجام آن مهمتر است. فرصت‌ها زاییده سختی‌ها هستند. کامیابی از آن کسانی است که از مبارزه با خارها نمی‌هراسند. خب، بزرگان زیاده در مورد این که چطور می‌توانیم به ثروت برسیم سخنان داشتند و شاید شما هم به دنبال آن باشید. ما برایتان این سخنان را در ویدیوی وارن بافت، بزرگترین سرمایه‌گذار جهان، جمع‌آوری کردیم. پس همین حالا بالای این ویدیو کلیک کنید و این سخنان ارزشمند را به هیچ وجه از دست ندهید. تا ویدیوی بعد، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.